پرزیدنت دونالد ترامپ دو روز کاری فشرده در ریاض خواهد داشت. ملاقات با رهبران عربستان سعودی و رهبران کشورهای مسلمان و عرب در برنامه کاری پرزیدنت ترامپ است. سخنرانی جامعه پرزیدنت ترامپ فردا یک شنبه توجه بسیاری را به خود جلب خواهد کرد. به گزارش اسوشیتد پرس که یکی از دو نسخه مختلف از طرح اولیه سخنرانی پرزیدنت ترامپ را دیده است، آمده که در این سخنرانی آقای ترامپ خود را فرستاده مردم آمریکا نشان می‌دهد که پیام دوستی و امید برای جهان اسلام آورده است. کاوه عدی و جزئیات بیشتر در این باره. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به همراه دیگر مقامات ارشد آن کشور در مراسمی باشکوه از پرزیدنت ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا استقبال کردند. صرف نهار در قصر پادشاه و سپس دیدار با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی در برنامه امروز پرزیدنت ترامپ بود. سفر پرزیدنت ترامپ به ریاض که شعار اول آمریکا را سر لوحه سیاست‌هایش قرار داده است، مرحله‌ای حساس به شمار می‌رود، زیرا به گفته ژنرال مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، تقویت اتحاد و همکاری با متحدان آمریکا در راستای تأمین منافع آمریکاست که برای پرزیدنت ترامپ در اولویت قرار دارد. پرزیدنت ترامپ فردا یک شنبه با رهبران بیش از 50 کشور عرب و مسلمان ملاقات خواهد کرد که برای حضور در یک همایش آمریکایی اسلامی عربی به ریاض رفتند. پرزیدنت ترامپ اولین سخنرانی جامع خود را درباره اسلام و لزوم همکاری و اتحاد مسلمانان جهان در مقابله با تروریسم در همین همایش ایراد خواهد کرد. هدف از سخنرانی پرزیدنت اتحاد تمامی جهان اسلام علیه دشمن مشترک بشریت و تأکید بر تعهد آمریکا در قبال متحدان مسلمان است. مقابله با تروریسم و افراطگرایی، مقابله با دخالت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و دفاعی با عربستان سعودی در کانون برنامه‌های کاری پرزیدنت ترامپ است. به گفته کاخ سفید، واشنگتن و ریاض در آخرین مرحله از مذاکرات برای فروش بسته تسلیحاتی آمریکا به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار هستند. همچنین حضور مدیران شرکت‌های اکسان موبیل، جنرال الکتریک و برخی دیگر از شرکت‌های غول‌پیکر آمریکایی در هیئت همراه پرزیدنت ترامپ چشم‌انداز جدیدی برای تقویت همکاری اقتصادی و تجاری در حوزه‌های دفاعی، انرژی و صنعتی بین دو کشور گشوده است. بر پایه برخی گزارش‌ها، پرزیدنت ترامپ همچنین می‌خواهد از شرکت‌های سعودی قول سرمایه‌گذاری در آمریکا را بگیرد که می‌تواند بالغ بر 40 میلیارد دلار شود. کاوه عدیب، صدای آمریکا.